سلام من حسام هستم و در این برنامه میخوام در مورد مطالعه هر روزه کتاب مقدس صحبت کنم در قسمت اول اینکه مطالعه هر روزه کلام خدا چطور باید باشه در قسمت دوم اینکه تاثیر اون در زندگی ما چی هست و در پایان اینکه چطور باید کلام خدا رو درست بخونیم مطالعه هر روزه کلام خدا ترجیحاً باید در صبح زود باشه که در زبان, بش، زبان ما بهش میگیم رازگاهان ابتدا ما با دعا شروع میکنیم و با فروتنی به خدا اعتراف می کنیم. خودمون رو تسلیم او می کنیم. حالت ما باید فروتنانه و با صبر و انتظار باشه چرا که راز و نیاز دل ما هست با خداوندی که وقت خصوصی و تنهایی با او داریم. الگوی کامل ما خداوند ما عیسی مسیح هست. انجیل مرقس باب یک آیه 35 می نویسه با دادان که هوا هنوز تاریک بود عیسی برخاست و خانه را ترک کرده به خلوتگاهی رفت و در آنجا به دعا مشغول شد. پس بخشی از رازگاهان صبحگاهی دعا اعتراف و راز و نیاز قلبی هست و بخش دیگه آن هم که خیلی مهمه مطالعه با تعمق کتاب مقدس مطالعه کلام خدا چه تأثیری در زندگی ما داره؟ اولا اینکه خدا رو بیشتر میشناسیم و به عمق محبت او پی میبریم منبع شناخت معبود ما کلام زنده اوست در هر صفحه این کلام ما خدای خودمون رو داریم میشناسیم نکته مهم دیگه این هست که ما غذای روحانی دریافت می کنیم که برای رشدمون ضروری هست. رساله اول پتروس باب دو آیه دو می نویسه همچون نوزادگان مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نموف کنید و شیر روحانی همون کلام خداست. همینطور در تصنیه باب هشت می نویسد انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می شود. مطالعه کلام زنده خدا همینطور ما را از افتادن در وسوسه و ارتکاب به گناه در امان نگه میداره. شخصی میگوید گناه ما را از کلام دور می کند و یا اینکه کلام ما را از گناه دور می کند. همچین در مطالعه کلام خدا ایمان ما هم تقویت خواهد شد. رساله رومیان می نویسه ایمان از شنیدن پیام است و شنیدن پیام از طریق کلام خدا. همچین در زمانهایی که در جستجوی اراده نیکوی خدا برای زندگی خودمون هستیم کلام خدا میتونه حقایقی رو در این رابطه بر ما آشکار بکنه و اما قسمت پایان برای اینکه کلام خدا رو درست بخونیم باید چه کار کنیم بهتر ما قواعدی رو رعایت کنیم چون بعضی ها ممکنه به طور اتفاقی چشم بسته مثل کتاب فالگیری یا کتاب استخاره و اینها کتاب مقدس رو باز بکنن و بگن این حتما جایی هست که خدا خواست اون رو بخونم ولی چین برخوردی کاملا اشتباه هست افراد زیادی شاید این کار رو انجام دادن ولی فریب خوردن و در مشکلات زیادی افتادن برای درک بهتر کلام خدا باید یک برنامه درست داشته باشیم توصیه می کنم که به جای مطالعات پراکنده یک رساله یا یک انجیل یا یک کتاب در عهد رو انتخاب کنید و هر روز بخشی از اون رو مطالعه کنید بعد از مطالعه و خوندن اون قسمت باید بر روی آن تعمق کنید یعنی چی بدین معنی که پس از درک درست کلام از خدا بخواید که براتون روشن کنه که این کلام امروز به من چی میخواد بگه آیا پیامی برای زندگی فعلی من داره خوب هست که دفترچه و قلمی هم با خودمون داشته باشیم که اگه چیزی بر ما آشکار شد اون رو سریع یادداشت کنیم که فراموش نشه در حالت کلام با ما یه حالت شخصی میشه و ما رو مخاطب قرار میده اگه واقعا کلام خدا پیام خاصی با ما داشته باید با دلی فروتن اون رو بپذیریم رساله یعقوب در باب یک آیه 21 چنین می نویسه با حلم کلامی رو که در شما نشانده شده و می تواند جانهای شما را نجات بخشد بپذیرید دوست عزیز برای تشویق شما این رو میگم که حتما سعی کنید با مطالعه منظم سال یک بار تمام کتاب مقدس رو بخونید به این صورت که اگر روزی سه باب و نیم از کتاب مقدس رو مطالعه کنید در عرض یک سال تمام خواهد شد ولی اگه احتیاج دارید به کمک بیشتری در این راستا این جزوه رو به شما معرفی میکنم